پس از ماها انتظار امروز نماینده عالی سازمان ملل در امور خل اصلاح و همچنین سرپرست گروه تحقیقات سازمان ملل وارد دمشق شدند. قرار است طی دو روز با ولید معلم وزیر امور خارجه و کارشناسان فنی سوری در مورد چگونگی آغاز کار تحقیقات در مورد احتمال استفاده سلاح شیمیایی در آن کشور گفتگو کنند. بالاخره چندی پیش دولت سوریه از گروه دعوت کرد تا به آن کشور بروند تا در این مورد تحقیقات انجام دهند دولت گفته است فقط اجازه دیدن از روستای خان الاسل در استان حلب را می دهد. جایی که دولت مخالفین را متهم به کاربرد چنین سلاحی می کند. اما مخالفین هم ادعایی مشابه دارند. آنها گفتند دولت در چندین شهر از گاز سارین علیه شهروندان و خود آنها استفاده کرده است. سهشنبه در نیویورک، سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت آتش جنگ سوریه به خاک کشورش رسیده، اما تا کنون اسرائیل خیشتنداری از خود نشان داده است. اما اگر گلوله های سوری کماکان در خاک اسرائیل فرود آیند تلاویو چاره جز مقابله نخواهد داشت. قبلا گفتم باز هم تکرار می کنم. اسد سلاح شیمیایی دارد و ثابت کرده است که برای حفظ قدرت به هر کاری دست می زند. در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید بدون مشخص کردن نوع کمک های تسلیحاتی که اکنون کنگره اجازه داده دولت به مخالفین سوریه دهد خبر را تایید کرد. همانطور که آقای رئیس جمهوری چندی پیش گفت او متحد به افزایش کمک ها بنا به شرایط است و به خاطر اینکه اپوزیسیون قویتر و متحد شود چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تصمیم آمریکا در عملی کردن تصمیم ارسال اسلحه به مخالفین را مقایر با طرح مشترک واشنگتن مسکو در برگزاری کنفرانس صلح است. اما یک عضو کنگره آمریکا معتقد است این تصمیم می باید زودتر از این اجرا می شد. وقت تلاست. اگر بخواهیم که توازن برقرار شود باید کفه ترازو را سنگین تر کنیم. و اپوزیسیون با رئیس جدید دیپلماسی را آغاز کرده است. احمد الجربا رئیس جدید ائتلاف ملی سوریه و جنرال سلیم ادریس فرمانده ارتش آزاد سوریه سهشنبه در پاریس با اعضای کمیته امور خارجی مجلس فرانسه دیدار و گفتگو کردند مخالفان و غرب امید دارند الجربا بتواند گروه های مخالف را متحد کند تا بتوانند ایده کنفرانس صلح را به پیش ببرند گیتا آریان صدای آمریکا واشنگتن